خب استامینوفن هستم و همونطور که قول داده بودم برگشتیم با پاسخ به سوالات شرعی. باشد که رستگار شوید. ما اومدیم جواب یه سری سوال شرعی رو براتون بذاریم. گویا یه فضل از این روحانی پرسیده که آیا در صورت اینکه شوهر شیر زنش رو بخوره خواهر برادر میشن؟ جواب خودتون ببینین. این مسئله رو فقها در قدیم مورد بحث و بررسی قرار دادن و امام نووی رحمت الله علیه اجماع فقها رو نقل کرده که شیر زن از نظر شرعی طاهر هست، یعنی پاک و به اصطلاح امروز پاستوریزه هست. پس بنابراین از نظر شرعی مشکلی در این زمینه وجود ندارد و این مسئله موجب حرمت و محرمیت میان زن و شوهر هم نمی شود. نکته ویدیو اینه که این ملا میگه با توجه به شرایط اقتصادی ممکنه بعضیا مجبور بشن شیر همسرشون رو بخورن. ظاهرا مسئله گران شدن لبنیات خیلی روی زندگی مردم تاثیر گذاشته. آقا تعارف نکنه، بگو ملت از شیر زنشون ماست و پنیرم درست کنن که بتونن فشار اقتصادی رو تحمل کنن. اصلا چطور خانم‌ها شیر تولید کنن آقایونم تخم بذارن؟ تا خدایی نکرده به مسئولین جمهوری اسلامی برای حل مشکلات معیشتی مردم فشار نیاد. به خدا از اینا هیچی بعید نیست، فقط مونده از چین مادر شیرده وارد کنن. هشتگ بیشورا. دزدی آثار تاریخی ایران توسط مقامات جمهوری اسلامی. سال هاست که پدیده‌ای به عنوان قاچاق سازماندهی شده ی آثار تاریخی ایران توسط جمهوری اسلامی، متهم ردیف اول غارت این گنجینه‌های ملی، به صورت کاملا سیستماتیک انجام میشه. آشفته بازاری به اسم سازمان میراث فرهنگی که این روزا خودش بدل به بحرانی برای میراث ملی و فرهنگ ایرانی شده و شریک جرم این غارتگریه. از سرقت پورتری مظفرالدین شاه اثر کمال الملک گرفته تا کشف سنگ نگاره ساسانی در فرودگاه لندن و یا حکم تخلیه موزه تاریخی بابل به دلیل بدهی، فقط گوشه ای از وضعیتیه که زیر سایه حکومت اتفاق میفته و باعث نگرانی بیش از پیش کارشناسا و مردم آگاه به ارزش آثار ملی کشوره. هنوز مدتی از رسانه‌ای شدن قاچاق یکی از آثار تاریخی ارزشمند ایران نگذشته، به این صورت که پلیس بریتانیا بسته‌ای را در فرودگاه لندن توقیف کرد و مشخص شد حاوی یک مجسمه بسیار نایاب و ارزشمند به قدمت 2000 سال و متعلق به دوره ساسانیه. همون زمان سوالی مهم توسط کارشناسا و اساتید حوزه میراث فرهنگی و باستانشناسی مطرح شد که چطور یه اثر تاریخی با این ابعاد از مرزهای هوایی کشور قاچاق شده. یعنی سنگ نگاره‌ای که ارزش اون چیزی در حدود 40 میلیون دلار تخمین زده شد. اما این همه ماجرا نیست. اخیراً هم خبری منتشر شده که نسخه خطی شاهنامه‌ای که به سفارش شاه طهماسب نوشته و نقاشی شده در حراجی معروف ساتپی به قیمت پایه 4 تا 6 میلیون پوند برای فروش عرضه شده. سردر آوردن آثار ارزشمند تاریخی ایران از حراجی‌های معروف فقط یه توضیح داره، یعنی خود مدیران میراث فرهنگی به صورت مستقیم در قاچاق و فروش این گنجینه ها دست دارن و 100% با بیت رهبری و مقامات اول حکومت از جمله رئیس جمهور و علی خامنه‌ای به صورت هماهنگ اقدام به این نقل و انتقالات میکنن، وگرنه محال اینقدر راحت موفق به خروج آثار تاریخی از کشور بشن، اونم از طریق گیت پروازهای خارجی. اگه جلوی این دزدی‌های علنی آثار باستانی و تاریخی ایران گرفته نشه، به زودی حتی منار جنبون هم همونطور که داره جنب میخوره از گیت فرودگاه امام رد میکنن. از شوخی گذشته، چه خبره تو این مملکت؟ اون سازمان خراب شده اسمش میراث فرهنگی یا تشکیلات الکاپو؟ هشتگ چی بگیم والا؟ مسابقه رزمی بین اسلام و جکی چان. یه خبر ورزشی هم داریم، بگیم یا نه؟ البته این خبر اونقدر جذابه که نتونستیم بیخیالش بشیم. گزارشی داریم از مسابقات رزمی کنگ فو و اسلام.
خودتون ببینین و لذت ببرین. همونطور که دیدین در نهایت اسلام بر کنگفو پیروز شد. ما فکر میکردیم فقط جمهوری اسلامی یه سری طرفدار دیوونه پیوونه داره، ولی با دیدن این ویدیو فهمیدیم تو کشورهای اسلامی چیزی که زیاده از این خلوچلاست. ظاهرن پایگاه بسیج مالزی مسئول برگزاری این مسابقه بوده. ما هم براشون ایمیل زدیم. لامصبا خیلی جذاب بود. با دیدن این ویدیو همه به راه راست کج شدیم و بی صبرانه منتظر مسابقه اسلام با جکی چانیم. هشتگ خدا که شفا نمیده. حل مشکل ناترازی بانکی به روش سامورایی. غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگویی با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی گذشته و حال حاضر جمهوری اسلامی تأکید کرد که دولت خودش بزرگترین بدهکار بانکیه. این نماینده مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت دولت‌های مختلف از هر گروهی، چه اصولگرا و چه اصلاح طلب، در ادوار گوناگون هر جا به مشکل و مانعی برخوردن، بانک‌ها رو به عنوان قلکی در نظر گرفتن که میتونن پول برداشت کنن. این دست تو جیب بانک‌ها کردن در واقع دست تو جیب مردم کردنه. این برداشتا، بی‌انضباطی ها و چاپ پول بدون پشتوانه یکی از عوامل اصلی رشد عجیب و غریب نرخ تورم در ایرانه. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ادعاهای دولت مبنی بر پرداخت بدهی بانک‌ها توضیح داد که این اقدام باید به صورت واقعی باشه نه تبلیغی. دولت با استفاده از روش‌هایی مثل تهاتر یا تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که در اختیار بانک‌ها قرار داده، این بدهی‌ها رو روی کاغذ تسویه می‌کنه و مدعی میشه که بدهیشو به بانک پرداخت کرده. اما افرادی که در این زمینه حرفه‌ای‌اند میدونن که این تسویه‌ها عملاً واقعی نیست و صرفاً برای پاک کردن صورت مسئله است. دولت باید بدهیش به بانک‌ها رو به صورت واقعی پرداخت کنه و نظارت کافی هم وجود داشته باشه. اما به گفته کارشناسان اقتصادی، نتیجه استمرار ناکارآمدی سیاست‌های دولت رئیسی در سال 1402 طبق پیشبینی صندوق بین‌المللی پول کاهش رشد اقتصاد ایرانه. بنابراین رکود و رشد نرخ تورم در سال جدید غیر قابل اجتنابه. همزمان با این گفته ها مبنی بر بدهی کلان دولت به بانک ها، علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، در نشست خبری هفتگی با خبرنگارا اعلام کرد که اسامی ابر بدهکاران بانکی و همینطور میزان تسهیلات دریافتی رو به زودی در اختیار مردم قرار میدن. که البته مثل همیشه اسامی به این صورته: الف ب، جیمساد، دالزال، یعنی فقط حروف اول اسم و فامیلی اون شخص رو میگن. مبادا آبروی نداشته دزد که از خودشون هم هست بره. از طرفی محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، توی یه برنامه تلویزیونی درباره میزان بدهی دولت به سیستم بانکی گفته بود در حال حاضر و بر اساس آخرین آمار، دولت حدود 117 هزار میلیارد تومان به بانک‌های مختلف بدهی داره و در ادامه تأکید کرد که برای کنترل تورم لازم هم دولت و هم بانک‌ها ناترازی‌هاشون رو حل و فصل کنن. فرزین همینطور از منحل شدن چند بانک ناتراز خبر داد و اظهار امیدواری کرد که با تدابیر در نظر گرفته شده ناترازی دولت با سیستم بانکی حل و فصل بشه. فهمیدین چی شد؟ یعنی برای حل و فصل ناترازی که در نتیجه پس ندادن پول بانک‌ها توسط دولت به وجود اومده، پول از دولت نگرفتن بلکه بانکو منحل کردن. راه حلای اینا به عقل جنم نمیرسه.
مثل اینه که از شما پول قرض بگیرند، بعد به جای پس دادن پول شما رو زبونم لال از هستی ساقط کنن، اسمشم بذارن حل و فصل ناترازی. لطفاً کنار وایسین یه وقت ناترازی نشین، وگرنه دولت رئیسی شما رو هم منحل میکنه. هشتگ به حق چیزای ندیده. پیازم قاطی میوه ها شد. پیمان جبلی معرف حضورتون هست؟ این شخص رئیس انقلابی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامیه که البته خیلی درست و حسابی نمیشناختنش تا اینکه به واسطه خبر پناهندگی برادراش افتاد سر زبونا. ماجرا اینجوری بود که سال گذشته کاشف به عمل اومد. مدتی دو تا از برادرای این مدیر سپاهی حکومت رفتن کانادا پناهنده شدن. بعد حامد اسماعیلیون که به واسطه نون و نمک و رفاقت با اونا همونطور که آبگوره میگرفت و جلب ترحم میکرد، برای اون دو نفر دستمال دست گرفت و از سوابق فعالیت‌های اقتصادی و راندخاریشون در حکومت گند زدایی کرد. آخرم یه حاله نور کشید دورشون، انگار نه انگار که از بدنه جمهوری اسلامی بودن، تو نگو طفلان مسلمن. حالا که بازار گیر دادن به حجاب خانما داغه، پیازم خودشو قاطی میوه ها کرد. یعنی پیمان جبلی درباره برگشت هنرمندایی که صدا سیما رو ترک کردن گفته اینکه بعضی از افراد به هر دلیلی تمایل به این کار ندارن، ما اصرار و اجباری نداریم. قطعاً به دنبال ظرفیت‌های جدید و توانمندی‌های دیگه‌ای هستیم و خواهیم بود. آغوش رسانه ملی به روی همه هنرمندا و افرادی که علاقه به مردم، کشور، جامعه و هنجارهای پذیرفته شده در جامعه داشته باشن بازه. خوبه اینم مثل بعضی از تریبوندارای حکومت گیر نداد به کاهش فعالیت هورمونی هنرپیشه‌های زن مثل کتایون ریاهی و نگفت چون یائس است دیگه برامون مهم نیست با حجاب باشه یا نه. این بنده خدا به عنوان مدیر صدا و سیما انقدر به درد نخور و بیخاصیته که اگه اینم نمیگفت ما فکر میکردیم کلن اومده تو ساختمون جام جم یه موز برداره و بره. والا خب این بسته خبری هم تموم شد. میدونین که ما به عشق شما کار میکنیم، پس حتما نظراتتون رو برای ما توی کامنت بنویسین. بدرود و در پناه همدیگه باشین.